بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. اولین کاروانی ماشین های بارکش از پاکستان به تاجیکستان آمد. سمت های همکاری بین تاجیکستان و امریکا در ساحه صنعت کهکاری و جستجوی گیالوگی محاکمه شدند. خطر دوشنبه استانه با فعالیت آغاز نمود. در سوئیچنا آبادکاری ها ادامه می یابد. تنورش سرخ رو از آتش گل. ماه اپریل آب و هوا در تاجیکستان چگونه می شود؟ مراتبه اول کاروانی ماشین های بارکش از جمله پاکستان به تاجیکستان رسید. خبر می دهد امید خاور با استناد به وزارت نقلیات تاجیکستان. سند به امضا رسیده دو دولت به رشد تجارت از جمله توسط ترانزیت از حدود دولت های عهد کننده. همو نقل بین المللی بار با استفاده از نمودهای گوناگون نقلیات زیاد نمودن گردش مال و مسلط و فراهم آوردن شرایط مساعد برای واردات و صادرات بین تاجیکستان و پاکستان روانه شده است. گفت که مسافه خطری افتمبیلی بین دوشنبه و اسلام‌آباد 44 کیلومتر را تشکیل نموده دولونی مساعد برای برآمدن با بندرهای بحری محسوب شود. هیئت تاجیکستان تحت رهبری معاون یکم وزیر صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری ایساجان قربانزاده در همایشی که در موضوع تکنولوژی نوین و پیشرفته شرکت های استخراج کننده متال های قیمت بهای آمریکا در آمریکا دایر گردید اشتراک نمود. در دایره یادداشتهای تفاهمی بین هیئت تاجیکستان و شرکت های ساحه معدنی آمریکا به امضا رسیده در آینده تجربه آنها در جمهوری تاجیکستان استفاده برده می شود. ضمن صحبت سمتهای همکاری و مبلغ گذاری در ساحه صنعت کهکاری، جستجوی گیالوگی، رشد ساحههای ابسریتنکی صنعت تاجیکستان و عملیگردانی لایحههای مشترک بررسی گردیدند. خبر میدهد امید خاور. در تالاری فرودگاه بین المللی دوشنبه رسم افتتاحی خطسیر نوی مستقیم و منتظم از شهر دوشنبه با پایتخت قزاقستان شهر استانا برگزار گردید. در این خصوص امید خاور اطلاع میدهد. این خطسیر به رشد ساحه سیاحی دو دولت تکون جدی بخشیده به افزایش شماره سیاحان و جهانگردان مساعدت مینماید، زیرا توسط استفاده خطسیر دوشنبه استانا و برعکس استانا دوشنبه میتوان از دوشنبه به 11 دولت دنیا و از استانا به 25 کشوری جهان پرواز انجام داد. باید گفت که نخستین پرواز از دوشنبه به استانا سنه 2 اپریل اجرا گردید و طور انتظار می رود پروازها هفته یک مرتبه روزهای سه‌شنبه انجام داده می شوند. از 19 اپریل شماره پروازها از دوشنبه به استانا تا دو پرواز در یک هفته روزهای سه‌شنبه و جمعه زیاد می شود. پروازها در این مسیر طریق هواپیماهای براحتی بوئینگ 737-800 و بوئینگ 737-900 انجام داده می شوند. صاحبکار داوربیک ایگامبردیف حالا با بنیاد مجموعه خدمت رسانی که از طرابخانه، چایخانه، حمام با طرح زیبا با عنصرهای ملی مشغول است. اینجا بعد بنیاد با مرکز ضروری خدمت رسانی برای اهل دیه تبدیل خواهد شد. سابق سروری مکتب دیه فراغت ایرونوا باشد، بعدی با نفقه برآمدن به صاحبکاری روی آورد و در پهلوی زمینی نزدیکیش بنای دو قبده بنیاد کرده است. حالا آنجا کارهای آرایشی ادامه دارد و بعد انجام آن کارگاه خردی دوزندگی، داروخانه و مغازه خوراکخوری مورد استفاده قرار می گیرد و 15 نفر با جای کاری دائمی تامین می شوند. در دیه دشت باشد با دستگیری مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی شهر و سهمگذاری ساکنان، ساختمانی بنای دو قبته با 14 سینف خانه در نزد مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 69 ادامه دارد. همچنین ساکنان دیه برای به ترتیب آوردن حدود آرامگاه دیه و ساختمانی ایوان در کنار آن مشغول هستند. رئیس شهر ضمن بازدید از جماعت دهات از رفتی بنیاد این انشاءات ها دیدن کرده با صاحبکاران و ساکنان برای این اقدام اظهار سپاس نمود و جهت با صفت خوب و در مدت کوتاه با استفاده دادن آنها دستور داد. ساکنی دهه سوئیچنه شهری پنجکند صاحبکار مراجان حسنوف در مرکز دهه پهلوی شهران نانوی خانه زمانوی با 5 جای کار بنیاد کرد. ضمن بازدید رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده اطلاع داده شد که صاحبکار برای این کارگاهی خرد دو تنوری غنجایشش 100 نان را از شهر نمنگان جمهوری ازبکستان آورده نصب کرده است.
همچنین اونجا تجهیزاتی زمانوی نصب شده است که از زباله خمیر نان آماده میکنند و پس از آن را در تنورها که با گاز تصفاینده میشوند میپزند. علاقه نانهای شرمالی خوشمزه این نانوای خانه مراجعان در دیها و بین مسافران که از شهرها میگذرند خریداران زیاد پیدا کرده است. اولی ماهی اپریل در جمهوری تاجیکستان روزانه آب و هوای گرم بدون بارشات پیشگویی می شود، لیکن شبانه و صبحگاهان در بعضی منطقه ها در وادی ها بارانی کوتاه مدت باریده، در کوه ها احتمال باریدن برف وجود دارد. اطلاع میدهد آسیا پلوس با استناد به اجنتی آب و هواشناسی کشور. طبق معلومات آب و هواشناسان ماهی اپریل در تاجیکستان آب و هوای معمولی ابرنوک بهاری در نظر بوده، حرارت بعضن نه چندان زیاد تغییر می یابد. حرارت میانه ماهانه هوا در ولایت سوخت حدود معیار اقلیمی در بعضی نواحی ها از معیار اقلیمی 1-2 درجه بلندتر پیشگویی شده، در وادی ها 21-24 درجه گرم، در نواحی های کوهی 8-13 درجه گرمی را تشکیل می دهد. مقدار ماهانه بارشات اتمسفری در حدود معیار اقلیمی در بعضی نواحی ها از معیار اقلیمی کم پیشگویی می شود. در دوام ماه هوای تغییری بنده پیشگویی شده، باریدن باران های شدتناکشان گوناگون در نظر بوده، در بعضی ناحیه ها رعد و برق و عمل آمده، باریدن شعله از احتمال دور نیست. روزهای الوهیده شدتناکی وزش شمال از سمت غرب با سرعت تا 17-22 متر در یک ثانیه از احتمال دور نیست. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تاکید به معلومات آژانس آب و هواشناسی خبر می‌دهد که بر اثر بالا رفتن حرارت هوا در راه ماشین‌گردی دوشنبه چنوق خطر لغزش ترمه و ریزش سنگ تهدید می‌کند. در این ارتباط کمیته باری دیگر از ساکنان خواهش می‌کند که در این روزها از سفرهای بی ضرورت با منطقه‌هایی که احتمال لغزش ترمه و ریگ و سنگ دارند خودداری نمایند. رفتن به دامنه کوه‌ها برای غنوچینی گیاهی داروواری هیزم با شکارگاه ها برای شکار و ساحل اوپا برای ماهیداری مصلحت نیست. رانندگان هنگام حرکت در راه کوهی پیش از همه فاصله بین ماشین ها را جدا رعایت کنند. سرعت حرکت را نیز بالا نبرند. در موج برنامه اطلاعاتی خبر
در موج برنامه اطلاعاتی خبر. در دوشنبه نمایندگی کیا موتورز جمهوری کوریا افتتاح می‌گردد. نیم مارافونی نوبتی بین المللی با افتخار 100 سالگی شهر دوشنبه. در ویلیت سوخت به 60 نفر زنی هنرمند گراند می‌دهند. کشاورزان کشتی بهاری را وسعت می‌دهند. ایادتی بانوان گرمخانه زمانوی بنیاد می‌شود. در شهر دوشنبه بین جمعیت داره مسئولیتش محدودی لیسینوست جمهوری تاجیکستان و شرکت کیا موتورز جمهوری کوریا سازشنامه همکاری با امضا رسانیده شد. طبق شرطنامه طرفین آینده نزدیک نمایندگی شرکت کیا موتورز جمهوری کوریا در پایتخت کشور شهر دوشنبه افتتاح می‌گردد. امسال از تاسیس پایتخت جمهوری تاجیکستان 100 سال پر می شود. به این مناسبت نیم مارافون 14 بین المللی دایر می گردد. موافق قرار رئیس شهر دوشنبه به مناسبت روز پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه سنه 20 اپریل در پایتخت نیم مارافون 14 بین المللی دوشنبه برگزار می گردد. در نیم مارافون از اشتراک نمایندگان قزاقستان و ازبکستان و اتیوپیا همچنین ورزشکاران کسبی از تاجیکستان انتظار می رود. باید گفت که مسافه نیم مارافون نزدیک 22 کیلومتر را تشکیل می دهد. میاسر مولانی معاون ریاست کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت با ازیب روز اظهار نمود که گرانت های رئیسی ولایت نه از روی یگان نامینیسیا معین بلکه برای همه زنهای هنرمند ولایت سوخت پیش بینی شده است. آزمون گرانتی به زنهای هنرمند و ایجادکار که لایحههای تهیه نموده آنها به حل مسائل زنان و تأمین نمودن آنها بودجه کار توسط رشد فعالیت صاحبکاری و هنرمندی از جمله بافندگی، دوزندگی، ارمخانسازی، کلوگری، چوبکاری، ریسندگی، چیتگری، رسامی، استحصالی و دیگر نمودی هنرهای مردمی و دستی مساعدت می نماید پیش بینی شده است. با گفته منبع در سال جاری در حجم زیرین مبلغ پیش بینی شده است: 15 گرانت در حجم 10000 سومانی، 15 گرانت در حجم 8000 سومانی و 30 گرانت در حجم 5000 سومانی. طبق اعلان ریاست کار با زنان و اویله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، مهلت پیشنهادی لایحه از 1 اپریل تا 31 می سال روان تطبیق شده است. رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالقزاده زمین بازدید با رفت کشتی بهاری در حدود جماعت دهاتی سوجینا از جمله کشتی کارتوشکا، کرمی بروقتی، نیهال پروری در خوجگی های دهقانی شیرعلی، شهرت و بازار شناس شده و دهقانان جهت استفاده بوثمری هر قطع از زمین کشت در مهلت کوتاه انجام دادن کشتی بروقتی خاصه زیاد نمودن میدان کشتی کارتوشکا و افزون گردانیدن محصولات کشاورزی دستور داد. رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالقزاده زمین بازدید از جماعت دهاتی سوجینا، ساکنی دهه سوجینا، زهرا قاسیموا و دهه دشت موجوده خدایارو را عیادت نمود و با آنها کمک غذایی و پولی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر را رسانید. در صحبت تاکید کردید که غمخوری و احتیاجمندان در محور سیاست اجتماعی دولت قرار دارد و آنها از آن برخوردار می شوند. با مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکنت در کنار شرقی شهر در مساحت 1 هکتار گرمخانه زمانوی بنیاد می شد. هنگام بازدید رئیس شهر این اقدام صاحبکار مرادقل یوسفوف را شایسته ارزیابی نمود. حالا همه تجهیزات ضروری از جمهوری چین دسترس شده با همکاری با متخصصان جمهوری ازبکستان نصب آنها ادامه دارد. در این گرمخانه زمانوی با نصب تجهیزات آبیاری و غذادهی قطرگی نمودهای گوناگون سبزیجات و میوه های سوبتروپیکی پرورش کرده برای ده ها نفر جای کار مهیا میگردد. در موج برنامه اطلاعاتی خبر.